پس از انفجارهای مرگبار در کرمان ایران، رویترز به نقل از دو منابع آگاه گزارش داده است که سازمانهای اطلاعاتی آمریکا تاکید کردند که عاملان این انفجارها در ایران داعش شاخه خراسان مستقر در افغانستان هستند. به نقل از این خبرگزاری آمده است که یکی از این دو منبع گفته است که این اطلاعات بسیار روشن و غیر قابل انکار است. اما امارت اسلامی میگوید که داعش در افغانستان سرکوب شده است و توانایی آسیب رساندن به کشورهای دیگر از خاک افغانستان را ندارد. سخنگوی امارت اسلامی میافزاید که آمریکا در صدد ایجاد بدگمانی ها میان افغانستان و کشورهای منطقه است. آمریکایی ها یا حلقات آمریکایی که صحبت ها را میکنند به خاطر ازی است که خدای نکرده بین کشورهای منطقه سوء تفاهم ایجاد کنند و بدگمانی ها را به میان برند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل نظامی از حکومت سرپرست میخواهند تا توجه جدی به تامین امنیت مرزها کند. این آگاهان همچنان به این باور هستند که گروه های هراس افغان در کشور جای ندارند. امارت اسلامی باید بالای امون نقاط کار بکنه که بین اقوام، بین زبان ها، بین ملت ها فاصله ایجاد شده. باید این فاصله ها را از بین ببره، ملت خود در آغوش خود بگیره و در قسمت موضوعات استخباراتی بسیار دقیق باشه. امارت اسلامی هیچگاه به کسی اجازه نخواهد داد که خاکشان علیه یک کشور همسایه استعمال شود و به هیچ سازمان بستر امن در اینجا نخواهد بود. این در حال است که رویتر در گزارش جداگانه‌اش زیر نام تلاش دولت اسلامی برای بازگشت گفته است که همه جنگجویان کلیدی داعش از عراق به کشورهای چون افغانستان، سوریه و پاکستان فرار کرده و بیشتر آنان به شاخه داعش خراسان که در امتداد مرزهای ایران با افغانستان و پاکستان فعال است پیوسته‌اند.